پابلو ایگلسیاس روز یکشنبه در جریان کنگره حزب پودموس اسپانیا در مادرید بار دیگر به سمت دبیر کلی این حزب برگزیده شد. او که خود یکی از بنیانگذاران اصلی پودموس است، تا پیش از این نیز همواره رهبری این حزب از جناح چپ رادیکال را بر عهده داشته است. آقای ایگلسیاس برای سکانداری پودموس که سومین حزب قدرتمند سیاسی در اسپانیا محسوب می‌شود، بر رقیب خود یعنی اینیگو ارخون دبیر سیاسی حزب پیروز شد. توصیه افرادی که در این گرد همایی حضور دارند حفظ اتحاد و فروتنی است. درست یک سال پیش مسئولان حزب دست راستی حاکم اسپانیا حزب پودموس را به دریافت 5 میلیون یورو رشوه از ایران برای تبلیغات انتخاباتی متهم کردند. آقای ایگلسیاس در گذشته مدتی مجری هیسپان تیوی تلویزیون اسپانیایی زبان ایران بود.